شما چه ماسک ندارین؟ اگر از آقای نواجی نمیترسین؟ نه، بعضی ها تو ماسک ندارین؟ شما ماسک با فاصله باید ماسک زد. خب اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهم در کشور ما این است که مسئله امروز ایران چیست؟ باید عرض کنم به دلیل پیچیدگی موضوع و چند بعدی بودن اون ساده لوحی است که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی مسئله قابل حل است و یا کلید جادویی برای آن وجود دارد و یا با سوپرمن بازی و داغ و درفش می توان به راه حلی رسید. باید سرنوشت ملت و آرامش زندگی مردم به افراد کاربلد و جوانان با انگیزه سپرده شود. وقتی جهان زیر آهنگ و فرهنگ ما قرار می گیرد که اقتصادی پویا و زندگی قابل پیشبینی برای مردم فراهم شود. من به کسانی که فکر می کنم با شعار مسائل اقتصادی مردم حل می شود عرض می کنم به جای متخصص بازی در دور زدن تحریم ها قدری از وقت خود را صرف فراهم نمودن شرایط آرام برای زندگی مردم بکنید. جهش تولید و پرش اقتصادی داخلی نیازمند باثبات سازی و تعادل در صحنه بین المللی است، نه هر روز با اقدامی مسئله جدید ایجاد شود که هزینه آن را مردم در زندگی خود بدهند. اداره کشور نباید در دست افراطیون و سازشکاران قرار بگیرد. ملت و افراد رأی می‌دهند که همین نوع مشکلات نظیر مسائل پیچیده بین‌المللی را حل کنند، نه اینکه درباره آن روزخانی سیاسی کنند و نه اینکه با طرح مسائل فرعی و افزایش مشکلات ملت نردبانی برای هوس‌های سیاسی پوپولیستی خود تدارک کنند. فرصت طلبان آنقدر تند و افراطی شعار می‌دهند تا انقلابیون را کنار بزنند. عده‌ای فقط دنبال تجزیه مردم هستند. این نهایت بی‌هنری است. هنر آن است که گام‌ها در طریق وحدت بیشتر و تحمل و مدارا در جهت ایجاد اراده قوی‌تر در بعد ملی برای حل مسائل کشور باشد. استقلال اقتصادی کشور که یکی از اهداف قانون اساسی است با تکیه بر بنیه تولید داخلی و همراهی بین المللی در جهت توسعه صادرات محقق می شود. در این راه باید روحیه سیاست زدگی را در عرصه های مختلف توسعه اقتصادی بزداییم. امروز حتی در حوزه ورزش سیاستمداران لباس مدیریت آن را بر تن می‌کنند. تا چه رسد به بنگاهداری‌هایی که مانع رقابت مردم در اقتصاد می‌شود. تجارت نظامات پایدار می‌خواهد. حوزه اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. و با اقدامات نمایشی مسائل پیچیده کشاورزان، صنعتگران، بازنشستگان، کارگران، بیکاران حل نمی‌شود. هر کسی وعده بهشت در این شرایط پیچیده کشور داده است خلاف میگوید. باید اول آتش جهنم اختلاف و لجبازی و افراطی‌گری و کارنابلدی را خاموش کرد. حل مشکلات کشور با نردبان سازی محرومیت ملت با هوس‌های پوپولیستی حل نمی‌شود. بلکه ایران امروز برای تحقق پیشرفت اقتصادی شتابان و مردمی به همبستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب و همکاری سازنده و پویا با شرق و هماهنگی برادرانه با همسایگان نیازمند است. کشور ما نیاز دارد که حداقل
دو دهه اولویت اصلی خود را پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد و بقیه شئون کشور در خدمت آن قرار دهد، نه اینکه ده هدف موازی تعریف کنیم و هر کدام از اینها کشور رو به یه سمتی بکشاند. انقلابی عمل کردن در این مقطع آن است که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها در بیاوریم، نه اینکه در داخل ادعای شعار بدهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم ولی پول آن در حساب‌های خارجی بلوکه شود. خب چه نفعی برای ملت ما دارد و چه تأثیری در زندگی آنها می‌گذارد؟ حکمرانی مطلوب در گروه شعار کمتر و عقلانیت اثر بخش و قدرت اجرایی قوی است. به کوشش همه دست نیکی برد. صهیونیست‌ها و تروریست‌ها بداندیشان امروز هستند. به روح شهدای فلسطین و افغان درود می‌فرستیم و یاد دوست مجاهد سید شهدای مدافع حرم حاج قاسم عزیز را گرامی می‌داریم، پیروز و سربلند باشد. موضوع مذاکرات برجام هم امیدوارم به نتیجه برسه که این خودش میتونه این مقدار فضای تنفسی اقتصادی کشور رو فراهم‌تر کنه. دولت من هیچ ربطی به دولت آقای هاشمی روحانی نداره و کسانی به فشار بخوان این کار رو انجام بدن و سبک و سلیقه من در اداره کشور و نگاه من برای حل مسائل پیچیده بین المللی و منطقه‌ای و همچنین اجرای و حل مسائل و ایجاد وفاق در داخل کشور در همین عرایضی که من گفتم مستتر بود، متفاوت است. کدوم یکی از این دولت ها مشابه هم بودن؟ دولت آقای هاشمی رفسنجانی مشابه دولت آقای خاتمی بود؟ یا مثلا دولت آقای روحانی مشابه دولت آقای هاشمی؟ کدومش مشابه هم؟ اون چه که منو مصمم کرد در این روزهای اخیر به این ثبت نام اقدام بکنم این بود که احساس کردم شرایط ایران به نحوی است که کسانی که در این مسیر قرار دارن نمیتونن اون مشکل اصلی اقتصادی کشور رو سامان بدن. بنابراین بعد از صحبتی که سه‌شنبه رهبری معظم فرمودن که کسانی که فکر میکنن مسائل کشور رو و مشکلات پیچیده کشور رو بین خودشون و خدا میتوانن حل بکنن، من تصمیم گرفتم که به صحنه انتخابات من به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردم و رایزنی هم نداشتم. عرض کردم که من در همین روزهای اخیر به این نتیجه رسیدم. قبلا هم گفته بودم من در انتخابات نمیخوام شرکت کنم، واقعا هم بنایی نداشتم، ولی در همین روزهایی که دو سه هفته اخیر به این نتیجه رسیدم هزار رایزنی نداشتم. البته برخی از آقایون مراجعین ها باشون تماس داشتن.